چرا افغانستان بارها دچار بحران اقتصادی و بی‌ثباتی شده است؟ در 20 سال گذشته چقدر اقدامات مهم و جدی در قسمت سرمایه گذاری افغانستان صورت گرفته است؟ و حالا که در دوره بحران اقتصادی قرار داریم، چقدر کمک های بشردوستانه جهانی می تواند در این قسمت کارساز باشد؟ سلام، تمنا سلطانی هستم و برای روشن شدن بهترین بحث با داکتر رمضان بشردوست، نماینده پیشین مردم در پارلمان، گفتگوی ویژه داریم. امید که بیننده برنامه تا آخر باشد. دکتر صاحب، به برنامه خیلی خوش آمدید. سوال های ابتدای ما در رابطه با کارکردها و خواسته هایتان است، بعداً به اصل موضوع میپردازیم. به نام حق و به یاد هزاران تا میلیون ها افغان که متاسفانه با مشکلات اقتصادی بزرگ دست و پنجه نرم میکنن، تشویش امنیت نیست اما تشویش اقتصاد متاسفانه فعلا حاکم است. فعلا برنامه خاص نداریم. از وقتی که پارلمان لغو شده تقریبا 26 ماه بیشترین وقت من به مطالعه صرف می شود و چون وضع اقتصادی در رسانه های بین المللی انعکاس وسیع پیدا کردن، بیشتر فعلا کمک روان می کند، به مصروف توزیع کمک هایشان هستیم. اما طور که ما شاهدیم تقریبا در 20 سال بیش از 3 تریلیون دلار آمد، اما در جیب 4 تا دوز داخلی و خارجی رفت. امید آرمانی که من دارم فقط است که یک روز مردم زندگی آرام داشته باشند، آباد داشته باشند، رئیس الوزرای کشور یا خلیفه کشور یا رئیس جمهوریش یا پادشاهش، هر کس در رأس قرار داره، زندگیش با زندگی یک معلم ما، یک مچی ما فرق نداشته باشه. خانه ای که نفر اول کشور داره، مردم های دیگر هم داشته باشند. دقیقاً در روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان، اکثر چهره های مطرح سیاسی کشور پا به فرار گذاشتند. چه باعث شد که شما افغانستان را بر خود مکان امن احساس کردین و کشور ترک نکردین؟ در قرآن شریف یک آیه بسیار روشن است، یک آیه شریف است، میگوید که اگر اجل آمد یک لحظه پس پیش نمی شود. و در آیات دیگر میگوید که شما اگر در بوچهای محکم هم پنهان شوید، وقتی اجل آمد فرار نمیتوانید. بنابراین من به این دو آیه شریف عمیق عقیده دارم که در هر جای دنیا که بروی، وقتی عجلت آمده باشه، اسرائیل آمده باشه، شما نمیتوانید فرار کنید. و موضوع دیگر است که وجدان ما داریم و وجدان به ما حکم میکند که بخصوص وقتی خود نماینده مردم میگیریم، سنگی رو به سینه میزنیم که مردم ما رای دادن، ما رو نماینده خود انتخاب کردن. اگر واقعا ما وجدان داشته باشیم، مردم تنها نمیگذاریم. در روز خوشی و شادی و حلوا تقسیم کردن، هر کسی در کنار مردم است. اما کسی واقعا نماینده مردم است، کسی خاک و کشور و مردمش دوست داره که در روز سختی، در روز بدبختی، در روزی که هیچ چیز معلوم نیست، هیچ معلوم نیست که کشتی به طرف کدام ساحل در حرکت است، طوفان بسیار بزرگی احاطه کرده، غرق می شود، می ماند، در این شرایط حتما باید در کنار مردم باشیم. پس این مردم بالای من بسیار حق دارن، حتی جان من که بگیرن بازم کم است. مهمترین دستاوردتان در دوره پارلمان چی بوده؟ در کل کشورها معمولا کسایی که انتخابات برنده می شود، حزب حاکم معمولا پارلمان در دستش است و حزب مخالف یک انتقاد میکنه و مای کس و اعتراض داره. در افغانستان که متاسفانه من تنهای تنها بودم، یک اقلیتم گفته نمیتونستیم، تنهای تنها تقریبا بودیم. تنها کاری که من تونستم این بود که خودم مثل دیگران نشوم، یعنی از گفتنی حق، از خواستی مردم، از صدایشان بلند کنیم. رأی که با من داده بود به کاندید وزیر نفروشیم. من در یک پسکوچه یک خانه گلی داریم که 70 سال قبل ساخته شده بود که من خریدم. یک منطقه است که غیر پلانی است، فقیر نشین است و پسکوچه است، یک طرفش هم بسته است. و منطقه ما وقتی برق است، منم خانم روشن است، وقتی برق نیست روشن نیست. سعی کردیم که یک راه جدید در سیاست افغانستان باز کنیم، اما متاسفانه در مبارزه با فساد، در عدالت اجتماعی، در ایجاد فابریکای قوی، در
محکمه کردن و از فاسدین و غاصبین و ظالمین کاملا با مطلقا ناکام بودیم، چون متاسفانه امراه و وکلا همکاران ما امراهی نکردن، حتی توان شنیدن حرفای من نداشتن. شما شاهد بودین که وقتی ما حرفای حق را بیان میکردیم، اول مایک قطع میکردن، اول خیلی اجازه نمیداد، بعد وقتی اجازه میداد یک دقیقه صحبت میکردیم مایک قطع میکرد، وقتی مایک قطع میکرد من بدون مایک استاد میشدم، ادامه میدادم به صحبت و نیروهای امنیتی صدا میکرد که بشردوست بکشین که اخلال میکنه. و امروز شاید اونا متوجه شده باشن، بخصوص کسانی که در ترکیه لط خوردن، افغانای ما در کوچه در سرک فکرم چند تاش دیده بودن لط کردن، بعضی ویدیو ها منتشر میشه که در بعضی کشورهای دیگر که رفتن افغان ها وقتی میبینن اینا را صدا میکنن که چرا کشور را فروختین، چرا زمین غصب کردین. اگر این حرف این کارا را اینا نمیکرد و حرفای من گوش میکردن، من معتقد بودم و هستم که امروز اینا اول که در پارلمان بودن و در قلب مردم بودن و کشورشان به این حالت نمی بود، هرگز طالبان نمیتونست قدرت بگیرد. در 29 قوس 1384 پارلمان افتتاح شد، در 4 یا 5 جدی بود که آقای رئیس ولسی جرگه، آقای قانونی در آن وقت، وقتی جلسه نونیم شروع شد با وکلا گفت که جلالت ما رئیس ریاست جمهوری اسلامی افغانستان آقای حمید کرزای $10,000 به هر وکیل داده که شما مترسوار شوین. وکلا چکچک کردن، بعضی تکبیر گفتن، بعضی هورا گفتن. یکیش صدا کرد که رئیس چی وقتی پول بگیریم. قانونی گفت که ساعت 11:30 جلسه ختم شد، پیش معتمد است. من کارت سرخ بالا کردم، قانونی سب به من گفت بشردوست هیچ چی جای اعتراض است، چی کارت سرخ است. بعد من گفتم با من اجازه بدین که من اعتراض خود بیان کنم. وقتی که مایک روشن کردم گفتم رئیس $10,000 به هر وکیلی که هر وکیل و هر سناتور که رئیس دولت داده، ای از پول شخصی خودش است یا از بیت المال است. اگر از پول شخصی خودش است، خب خانش آباد، تشکر ازش. بعد شاید دل ما پرسان کنیم که از کجا کرد آقای حمید کرزای پول. اما اگر از پول بیت المال است، بر اساس کدام قانون آقای کرزای به هر کدام ما $10,000 میده، در حالی که ما ماش داریم، خرید سفران داریم و همسال هم. و متاسفانه و نظامون جه فساد شروع شد و وکلا کاملا تسلیم شدن، فقط مشغول جیب و چوکی خود بوده. آیا گاهی فکر میکردید که رئیس جمهور کشور باشید و چقدر به این موضوع باورمند هستید که روز چنین اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ در سال 1388 وقتی من کاندید شدم، من امید داشتم که رأی مردم میتونیم بگیریم. تقریبا 20 میلیون اگر اشتباه نکنم 16 یا 18 میلیون کارت رای دهی توزیع شده بود و من به این عقیده بودم، به این باور بودم که حداقل میتونیم 7 میلیون 6 میلیون رای بیاوریم. اما وقتی انتخابات برگزار شد، نتیجه اعلان شد، با همه تقلباتی که صورت گرفت، من سوم رای گرفتم که برای بسیار کسایی معجزه بود. اما مشکل در کجا بود؟ مشکل در اینجا بود که 12 میلیون رای دهنده شرکت نکرده بودند در انتخابات. وقتی بعدا ما میدیدیم اینا را، بعضی ها را که صحبت میکردیم میگفتیم چرا؟ اول خود میگفت بشردوست با کی رای میدادیم؟ کلشان فاسد. من میگفتم خب منم کاندید بودم، کدام فساد از ما دیدین؟ کدام کاری خلاف قانون از ما دیدین؟ بعد که گیر می آمد می گفت که بشردوست خب اگر ما کل ما رای می دادیم امریکا تصمیم می گرفت. و بعد متاسفانه 99% دوانت پاک این عقیده در ذهنشان تزریق شده بود که ولو که 20 میلیون رای بدهد به یک نفر، اگر آمریکا نخواهد ممکن نیست. اما اشتباه در اینجا بود دقیقا که آمریکا میتونست که مسیر یک جویچه آب یک جوی تغییر بدهد، اما مسیر دریا و هم دریای طوفانی باشد، هیچ ممکن نیست که آمریکا تغییر بدهد. و ایران ما در عمل هم دیدیم، چون آقای کنبری سفیر آمریکا در افغانستان بود، در سال 1386 اولین بار به من تلفن آمد از سفارت که سفیر صاحب میخواد شما را ببینم. من گفتم که به سفیر صاحب
برایشان بگوین که در افغانستان ما یک رسم داریم که کسی که کسی را میخواید ببیند پیشش میرود، نه اینکه پیش خود بخواهد و من کدام عسکر رو نیستم. بعد به من سفیر پالوش بود، سفیر برای افغان گفته بود که برایش بگو که میخواد که نان بخورن در سفارت یک جای. من گفتم به سفیر صاحب بگو که همه زمان خیمه داشتیم پیش پارلمان، روبروی پارلمان، سرک دارلمان. گفتم به سفیر صاحب بگو که همه روبروی خیمه ما یک سماوات بسیار خوب است، عادی، ساده، بیا نان در اینجا بخوریم که افغانای واقعی رو ببینی و نان افغانای واقعی رو ببینی، چون نانی که شما میرین با افغانایی که میخورین در کاخشان، قصرشان، و او نان افغان ها نیست، افغان های عادی نیست. بعد گفتن که سفیر صاحب آمده نمیتونه چون امنیت مشکل امنیت داره. بعد من همون زمان گفتم به سفیر صاحب برایشان بگوین که از شهر نو تا دارلمان که امنیت را گرفتن نمیتونی، چطور در 556 ولسوالی، در 34 ولایت، در چند هزار قریه ما امنیت شما گرفته میتونین. سال 1387 باز تلفن کردن، من عین حرف زدم. 1388 وقتی که نتیجه انتخابات اعلان شد، تقریبا یک هفته بعد از سفارت تلفن آمد و من گفت که سفیر صاحب بکن بری میخواد شما رو ببینم. من گفتم حرفای مردا یکیست، حرفایی که من گفته بودم اونمو هست. و من گفت که سفیر صاحب میگوید که کدام روز کدام ساعت در کجا من بیایم. بعد من برش گفتم ده بجه بیاد خیمه ما، و وقت تلفنم میگذاشتم در یادم آمد که سفیر آمریکا در هر جایی که میرود سگش قبل از قبل میرود چک میکند. به خاطر که وقتی من وزیر پلان بودیم یک روز جلسه داشتیم در وزارت خارجه، از جلسه که پایین شدیم آقای اشرف خانی به من گفت که وزیر صاحب خانه من نزدیک است، یک چای بگیریم اگر میل دارید. من گفتم چرا نه، هزار دفعه رفتیم چای میخوردیم که یک سگ داخل شد میپالید تمامی جای. من گفتم وزیر صاحب چه خوب سگ داری؟ گفت که سگ من نیست، از سفارت آمریکاست. گفتم از سفارت آمریکا چی میکنه؟ گفت بال فکر میکنم جمله‌ش هم بود که با خلیلزاد لعنتی یک داد قبل اینجا ملاقات دارم و سگ آمده که خانه رو چک کنه از نظر امنیتی. من گفتم شما خوب همسینفی بودین سالها در بیروت با هم، یعنی بالای شما اعتماد ندارن. گفت که قانون سفارت است، قانون آمریکا است که سفارت سفیرش در هر جای میره ولو در خانه خودش خنده کرد برود باید چک کند. بعد من هم این جمله خدایی در یادم آمد، گفتم به سفیر صاحب بگو که اگر با سگت بیایی از همه پیش خیمه باید برگردی. و راستی آمد، 45 دقیقه صحبت کردیم بدون سگش آمد. این نشان میداد که ما مثلا 1,000,000 یا 500,000 رای که آورده بودیم، اگر ما 12,000,000 رای می آوردیم نه تنها سفیر بلکه خودی رئیس جمهور آمریکا مجبور بود که سرخم کنه، اما این در ذهن مردم هنوز تزریق نشده بود. بعد من در اینجا در تجزیه و تحلیل خود از آرمانگرایی یک کمی پایین آمدیم، واقع بینانه شدیم. بخاطر این است که فعلا من امکانی را نمی بینم که در افغانستان من یا امثال من رای بگیرد کسی که در هیچ سفارت در هیچ روزیش نمی رود. در جشن استقلالش که وزرا را دعوت میکنن و وکلا را دعوت میکرد، من در هیچ کدامش هیچ وقت نرفتیم و فعلا هیچ امیدی نیست، به خاطر که یک رئیس جمهور پاک در افغانستان، یک کابینه پاک، ای از نظر ایران و پاکستان مسئله مرگ و زندگی است. به خاطر که اگر ما 4 تا بند بزرگ ذخیره یا بالای دریای خود بسازیم، تقریبا پاکستان مجبور است که غلامی ما را قبول کند، ایران مجبور است قبول کند. ما فعلا 70 میلیارد متر مکعب آب داریم، 60 میلیاردش ایران می رود، پاکستان می رود، آسیای مرکزی می رود، ما 10 میلیارد استفاده می کنیم، 8 میلیون هکتار زمین قابل کش داریم، بهترین خاک، بهترین غنیترین خاک، ما 2 میلیونش نیمچه کش می کنیم چون آب نداریم. اگر روزی ما مثلا 5 میلیارد متر مکعب آب خود دور بدیم و 4 تا دشت خود زیر کشت بگیریم، همانطور که رئیس جمهور ایران روحانی قبلا اعلان کرده بود که آب افغانستان برای ما مسئله امنیت است و رئیس اردوی پاکستان هم اعلان کرده بود، فکر میکنم که یک رئیس جمهوری میتونه کار کنه که اول جان خود فدای کشورش کنه، چون ممکنه که اونا مسئله تروریست
در دست بگیرن و دوم عاشق جیب و چوکی خود نباشه، عاشق مردم باشه. ما در آخرین انتخابات پارلمان دیدیم که یک کسی از کابل رای اول گرفت که حتی من نمیشناختم، نامش نشنیده بودم، اجمل رحمانی، هیچ کسی نمیشناخت، فقط به زور پول، به زور پیسه خود رای اول در کابل گرفت، در حالی که ما از خود قوم تاجیک مثلا بکتاش سیاوش کنید داشتیم که زمین تا آسمان بین بکتاش سیاوش و جمال رحمانی زمین تا آسمان فرق داره. اما متاسفانه او رایی که به سیلاسا و جمال رحمانی بر اساس پول رفت، اگر 10% به بکتاش سیاوش میرفت به عنوان مثال، میتونست که دخل وکیل شود. بنابراین هنوز بسیار زود است. تشکر دکتر. اگر بازم در همین دوره حکومت امارات اسلامی انتخابات برگزار شود و قرار باشه که شما هم به عنوان رئیس جمهور کاندید باشین، میخواین یا خیر؟ شرایط باید ببینیم چی نوع انتخابات میخواهم، با کی میخواهم، کدام سیستم مسائل و کارتای انتخاباتی تصیح میشود، چون تقریبا گفتن بیش از 10-12 میلیون کارت انتخاباتی در پاکستان چاپ شده بود، در ایران چاپ شده بود که بین مردم توزیع شده، و کی هست کمیسیونی برگزار کننده انتخابات، کی در رأسش قرار دارد. اگر کمیسیون امو افراد سابق باشه و یا امثال او رئیسش از امی افراد باشه، من فکر میکنم که انتخابات به معنای واقعی نخواهد بود. و من خودم شخصا به یک دستم که باید موضوع را از نزدیک ببینیم، وقتی که تمام معلومات و اطلاعات دقیق به وجود آمد، جمع‌آوری شد، بعد یک تصمیم بگیریم که حداقل به نفع مردم باشه. آقای بشردوست، شخصیت شما واقعا نزد مردم دوست داشتنی است و همه مردم دوستتان داره. چی فکر میکنید که کدام عمل شما باعث شده که مردم قدر شما را دوست داشته باشه و در کنار مردم شما محبوب باشید؟ ما مسلمان ها یک عقیده داریم که عزت و ذلت به دست خداوند است که میدهد نمیدهد. من خوب به یاد دارم که وقتی پارلمان شروع شد، یک خاطره جالب هم است، در دوره اول پارلمان، دوره 15، بسیاری کلان های کشور وکیل بودن، از عذاب جادی بود چپی، حتی بعضی طالبان به این مثال راکتی امثال هم در وکیل بودن. بعد دیگر روز در حیات پارلمان قبل از اینکه جلسه شروع شود، یک چند تا از رهبرای کلان با هم استاد بودن، صحبت میکردن، من داخل شدم. او زمان پارلمان پایگاه نظامی نشده بود، مردم ها نسبتا آزاد می آمدن، می رفتن و عرایز خود می آوردن و وکلا را می دیدن. وقتی من داخل شدم، کسان که داخل عیاد بود، من که دیدن، اینا طرف من آمد، سلام علیکی کردن، اول پرسی کردن، بعد که من با اینا خلاص شدم، رفتم طرف همکارای خود که استاد بودن، سلام علیکی کردم. یکی اینا رو بسیار عصود بود، بسیار زور داده بود، با من گفت که بشردوست صاحب، عجب دنیاست، عجب زمانه است، عجب کشور است، من 20 سال جهاد کردم، زخمی شدم، عالی مردم ببین که ما را سلام، ما را علیک نمی کنه و شما را که می بینن مثل اصل به طرفت میاد. بعد من خرده کردم، گفتم که اما عزت و ذلت دست خداوند است، وقتی خدا می دید پرسان نمی کند که بچه کیستی. فعلا هم فکر می کنم که یک چیزی که خداست داده، و دیگر را فکر می کنم که مردم افغانستان این احساس قلبن دارن، درک کردن که اینمی بشردوست به کشور خیانت نمی کنه. اگر خدمت تو نیست می کنه، اگر خدمت تو نیست حداقل خیانت به کشور نمی کنه. و واقعا بین افغان ها، بین انسان ها فرق قائل نیستیم، ما قوم، مذهب، زبان، تنظیم، عقیده، فلسفه، جنسیت و سین و سال، این ها برای من هیچ گونه اهمیت نداره، اینا معیارهایی نیست که چی شود. و تلاش کردیم که بین مردم باشیم، از خودشان باشیم، تا حدی که ممکن است مثل مردم باشیم. مایل هستید که با امارت اسلامی کشور کار کنید؟ و اگر روزی بر شما چنین پیشنهاد بتن، آیا قبول میکنید یا خیر؟ نه، من چندین بار در رسانه هام که سوال مطرح کردن گفتیم که من هنوز معتقد نیستم که طالبان برای حکومت آمدن که حکومت کند افغانستان، یا آمدن که خدمت کند افغانستان. وقتی من مطمئن شوم که نه، آمدن برای خدمت در افغانستان، و اینا باید در عمل نشان بدهند که برای خدمت آمدن، در آن صورت ما جدی فکر میکنیم.
دوم نقطه است که من به یک عقیده هستم که هیچ کس در کشور نمیتونه خدمت کنه واقعا در عمل تا زمانی که مردم در ارگ نبرده باشه این نفر را. چی زن باشد چی مرد، اثر قوم و مذهب و تنظیم باشد، به خاطر که وقتی یک نفر به رأی پاک مردم داخل ارگ میشه مجبور است که غلامی مردم را کند، به خاطر که مردم ما طور که چوکی را داده میتونه ازش بگیره. اما وقتی ما توسط زور، توسط تفنگ، به حمایت پول و خارجی ها، به حمایت سلاح خارجی ها قدرت بگیریم، مجبور هستیم که حرف اونها را بپذیریم و روزی واقعا میتونه کشور ما میتونیم جای خود در یک حکومت یا در چی پیدا کنیم که یک نفری که در ارگ است او از طرف مردم باری درک شده باشه و تنها به اصطلاح هم قبله سیاسیشی قلب مردم افغانستان باشه. فعلا متاسفانه من چنین چیزی نمیبینم، چون اینا مشکلات داخلی خود دارن و از طرف دیگر متاسفانه بعضی اعمالی که اینا در چند ماه ما میبینیم بعضی اعمالشان نشان نمیدهد که اینا در راه درست روان است. سیاست اقتصادیشان، عدم توجه به گرسنگی مردم، به دسترخوان مردم و یک نوع فعلا ما میبینیم که در امو لانکروزر های که نفرهای این و غین و کرزه سوار میشود اینا هم سوار میشن، در حالی که مامور را میگه ماش پیسه نیست که ماشیان بدهیم. یک روز مصرف یک لانکروزر شاید معادل ماش یک معلم ما ماهانیش باشه. بنابراین فعلا نی ما به وقت وقتی در اینا آمد قدرت رسیدن بعد چون ما بین مردم بودیم، اینها هم در کابل در افغانستان افرادی بود که کار میکرد به اینا زحمت میکشید، مثلا دکترها بودن، بعضی خوددانا بودن، بعضی دکاندارا با ما تلفن کرد که بشردوست بریم وزیر صاحب ببینیم. گفتم یعنی چی؟ گفت بشردوست ما طالب بودیم هستیم، برایشان کار میکردیم، فعلا نمیدونم کاکایم دامادیم وزیر شده، اونا شما را علاقه دارن که ببینن. گفتم من علاقه ندارم، چون در زمان این و غین و کرزه هم هیچ وقت مقامات نمیدیدم، هیچ وقت من در ارک نرفتم. وقتی که از وزارت پلان استفا کردم، وقتی وکلا را دعوت میکرد کرزای و عین و غین، نه تنها من نمیرفتم بلکه صبح که وکلا میامد پرسان میکردم که چطور بود پلاو، چلا و چرب بود نبود، چی از شما چی خواست، چی پلان است شما عملی میکند. بنابراین فعلا من به یک دستیم که نمیتونم خدمت کنم. مسیری که فعلا نظام اقتصادی و سیاسی کشور دارد و به طرف آن روان است، او را چگونه ارزیابی میکنید؟ نظام سیاسی فعلا هیچ معلوم نیست که کدام نظام سیاسی را اینا قبول دارم، به خاطر که در صدر اسلام هم متاسفانه به قدرت رسیدن ابوبکر صدیق یک شیوه بود، به قدرت رسیدن عمر فاروق شیوه دیگر بود، حضرت عثمان به شیوه دیگر بود و حضرت علی هم به شیوه دیگر. فعلا من نمیدانم که اینا واقعا به کدام سیستم سیاسی عقیده دارن. سیستم سیاسی تفکیک قوا برایشان ارزش داره نداره؟ اگر نداره سیستم سیاسی عربستان برایشان مهم است، سیستم سیاسی ایران برایشان مهم است، یا سیستم سیاسی که در صدر اسلام بازم صدر اسلام شیوه ابوبکر صدیق برایشان قابل قبول است، شیوه حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان یا حضرت علی؟ چون اینا فرقی بسیار اساسی از دید سیاسی علمی وجود داشت. یک مثلا مسئله سیستم اقتصادیشان، متاسفانه اینها به من راه روان است که آقای کرزی روان بودند، آقای این و غین روان بودن. اینها تا جایی که از اعمالشان و صحبتهایشان فهمیدن می شود می خواهید که از افغانستان یک کشور ترانزیتی بسازند، چیزی که پلان جامعه جهانی بود، چیزی که پلان آقای کرزی بود به عنوان رئیس دولت و بعد پلان این و غین شد، به خاطر است که مسئله تو تاپ و تاپی و کاسا هزار اینا رو در رس قرار دادن. و در حالی که من به یقین هستم که 180 درجه ما باید تغییر بدیم، از افغانستان به جای که کشور ترانزیتی میخوایم بسازیم یک کشور مصرف کننده، یک کشور تولیدی باید ساخته شود، چی زراعتی چی صنعتی، چون صنعتی که ما داریم، منابعی که ما داریم هیچ کشور دنیا ندارد، یعنی آمریکا، حتی فرانسه 1% ندارد، ژاپن 1% ندارد، ما 400 نو بهترین معدن داریم. فکر میکنم نیویورک تایمز افغانستان لیتیوم عربستان
نامگذاری کرده که یه موتور که نفت در عربستان نقش عمده را دارد، لیتیوم میتونه در افغانستان عین نقش بازی کنه. ورزشی لیتیوم چون برای صنعت آینده نقش اساسی داره، بالاتر از نفت است. متاسفانه فعلا هیچ پلان من نمیبینم، هیچ برنامه‌ای نمیبینم که یک سیستم اقتصادی در افغانستان ایجاد شود که بر اساس منافع ملی و از افغانستان یک کشور زراعتی و یک کشور صنعتی بسازد. به باور شما چرا افغانستان به این حالت رسید؟ آیا روز فکر می کردید که افغانستان به این حالت بد اقتصادی و اجتماعی برسد؟ تا جایی که من تاریخ افغانستان را می خوانم، متاسفانه همیشه ما از نظر اقتصادی یک کشور گدا بودیم، یک کشور غریب بودیم، یک کشور فقیر بودیم و این گدایی در طول 40 سال اخیر، 43 سال اخیر به اوج خود رسید. در آخرین قحطی که در زمان ظاهرخان آمد به میلیون ها تن مواد غذایی آمد، اما چون فساد در اون زمان متاسفانه به اوج خود رسیده بود، بسیار کسا کمک محروم از استفاده نتونستن، تلف شدن. و بعد از ظاهرشاه خود افغانستان داوودخان آمد، داوودخان هم پلان انکشافیش بالای کمک روس و آمریکا استوار بود، خودش میگوید که سیگریتی آمریکایی و گوگرد روسی، یعنی اینکه هیچ چیز از خود نداشته با قول خودش. بعد از ایز به خلق و پرچم که آمد، خب 100% بالای بلوک شرق حتی نانشان، حتی گندمشان، حتی چیزشان که شوروی ها به اصطلاح آن زمان تامین میکرد. بعد جهادی ها که آمد و بعد کرزی آمد، متاسفانه فعلا 100% بودجه انکشافی ما از منابع خارجی است. بودجه عادی ما بیشتر قسمتش از منابع خارجی است، از منابع درآمدی دولتی ما نداریم. یعنی ما متاسفانه در طول تاریخ خود کسانی چی پادشاه، چی رئیس جمهور، چی خلیفه، چی امیر، چی صدراعظم در قدرت داشتیم که می بخشی اقتصادی مغزشان تقریبا صفر بوده، یعنی بخش سیاسی مغزشان بسیار رشد کرده بود. توطئه، نفاق، هزار منافقت به کار می انداختن، اما بخش اقتصادی مغزشان هیچ وجود نداشت، هیچ پلان و برنامه اقتصادی منظم تدوین نتونستن و به کار بردن نتونستن. متاسفانه در او زمان هم افغانستان کشور گدا بوده، فعلا هم است، و متاسفانه که رهبران کشور هیچ ننگ و آر از گدایی ندارن و این یک فاجعه است. امیدوار هستم که یک روز در کشور ما کسی به قدرت برسد، چه زن است چه مرد است، اثر قوم و مذهب و ایدئولوژی و تنظیمی که است، که بخشی سیاسی مغزشان صفر باشد، منجمد باشد، اما بخش اقتصادی مغزشان بسیار رشد کرده باشد، بسیار توسعه کرده باشد. در وضعیت که فعلا حکومت امارات اسلامی حاکم شده، پیشنهاد شما به دولت امارات اسلامی به خاطر نهادینه کردن یک حکومت مردمی و قانونی و اقتصادی چه است؟ اما طور که خودی ملا برادرم یک بار در اولین کنفرانس مطبوعاتیش گفت که یک چانس الهی است، یک خدا داده به ما قدرت است. اگر خود ما خواب نمی دیدیم که قدرت بگیریم، یک چانس است برایشان، بزرگترین چانس است که اینها اگر واقعا از این چانس به نفع مردم استفاده کنند، نامشان در تاریخ میماند. اگر نه مثل دیگران اونمو میگه خدا کفن کش سابقه ببخشد. اینها به نظر من اولین کاری که باید انجام بدهد این است که فاسد نشود. از لان کروزر، از کاخ، از قصر، اینا خود به حضرت عمر بیشتر چی میکنن که ما عدالت عمری را، هرچند غینم میگفت که ما غین میگفتیم، اینو غین اشرفانی میگفت که عدالت عمری را میارم، یک متر تسبیح دراز شده بود، اما وقت خدا میشرمانه، وقتی در نماز استاد میشد دست چپ و بالای دست راست میگذاشت، نشان میداد که عقیده نداره، مرافقت سیاسی است. یعنی اینا اگر واقعا 50% حکومت از حضرت عمر فاروق بیارن، اینا افغانستان گل و گلزار میسازن، به خاطر که حضرت عمر فاروق خانهشی با خانه خادم مسجد فرق نداشت، نانی که میخورد حتی از نان دکاندار مدینه هم او ساده تر بود. اینها واقعا میتونن که 50% سیاستی حضرت عمر فاروق اینا اگر عملی کنن، از قصرها براین
فعلا در مقصرهایی که اینو غین و نفرهایشان زندگی میکرد اینا هم است. فعلا هم اگر واقعا اینها بالای نفس خدا که میشوند پالیباش، چون نفس شیطان است، در اسلام به شیطان تعبیر میکنه، از کاخ، از قصر، از پلوچلو، از لانکروزر، از موترهای لوکس، از سفر به تیاره های فرست کلاس به عنوان مثال اینا صرف نظر کنه، نسبت به اجده نو گوشت که در قبلا زمان این و غین بود ولی خوب شده اومده به دو نو گوشت، اما برای کسی که واقعا میخواید حکومت عمری داشته باشد اصلا معنای گوشت معنا نداره. ما چند روز پیش برای معلمین ماشانشان داده نشده بود، کمک میکردیم، وقتی میبرامدم یک استاد با استادهای دیگری صحبت میکرد، گفت که امشب خانه ما جشن است به خاطر که بعد از 3 ماه اولین بار است که من 1 کیلو گوشت خانه میبرم. از نظر شما کمک های بشردوستانه که اکنون هم ادامه دارد چقدر میتواند در قسمت مسئله اقتصادی در کشور کارساز باشد؟ اولین که هیچ کشور من جمله افغانستان تجربهش نشان میدهد که با کمک های بشردوستانه ساخته نمیشود، این غیر ممکن است. دومین مشکلی که ما داریم است که کشوری که دست گدایی دراز است نه عزت دارد، نه شرافت دارد و نه کسی احترام برایش قائل است. مهم نیست که پرچم افغانستان پرچم طالبان باشد، پرچم سرنگ باشد، هر پرچمی که داشته باشی این پرچم مردم در کنار کاسه گدایی میبینند. دوم مشکل اساسی که در افغانستان است که در کشورهای دیگر نبود است که یک سیستم مافیایی در بخش کمک های اقتصادی تقریبا 40 سال است که ساخته شده، که این سیستم مافیایی که حاکم است نهادهای بین المللی، خارجی ها، نهادهای داخلی، کلان ها در این دست دارند و تقریبا $100 که در این به اصطلاح در این نهاد در این کاسه گدایی انداخته می شود، از $100 $99 زید در جیب 4 تا 2 داخلی و خارجی می رود و $1 به افغان ها می رسد. این سیستم 40 سال است، 50 سال است که حاکم است در افغانستان، فعلا هم حاکم است، هیچ گونه تغییراتی بنیادی نیامده به خاطر که طالبان تنها کاری کردن که رئیس تغییر دادن، اما کل سیستم ساختار جا به جاست. از دید شما عامل بی‌ثباتی حکومت ها مشخصاً چه چیزه هست؟ اولین و اساسی ترین عامل بی‌ثباتی حکومت ها در طی تاریخ افغانستان این بوده است که مردم افغانستان خود در آینه حکومت نمی بینند. اکثریت مردم خود را نمی بینند. وقتی اکثریت مردم خود در آینه یک حکومت ببیند، پدر یک اقلیت نمی تواند که اغتشاش به وجود بیاورد، مردم تشویق کند، مردم علیه حکومت به اصطلاح به بغاوت تشویق کنند، به خاطر که من وقتی ببینم حکومت من است، خودت بفهمی که حکومت خودت است، 1000 نفر که بیاد با ما بگه پیسه میدیم برای شما، این حکومت نیست، ما میگیم این حکومت ماست، ما این رو با قدرت رساندیم و این حکومت ماست به خاطر که برای ما کار میکنه. وقتی که ملت از اینا باشه، اینا توسط ملت به ارگ رفته شد، قدرت گرفته باشن، اینها نمیتونن که چرا در غرب ما تای 2 قرن حداقل در هیچ اختشاش نمیبینیم، شورش نمیبینیم، به خاطر که مردمش رئیس جمهوری خوده تعیین میکنه، مردمش صدر اعظم خود تعیین میکنه. نقش دانشگاه های دولتی و خصوصی در زمان بحران اقتصادی چی هست؟ من به یقین هستم که ما مکتب نداریم، ما پانتون نداریم، ما دانشگاه نداریم. من خوب به خاطر دارم که همین ملاقاتی که با سفیر آمریکا کرده بودیم، به من گفت که بشردوست، همکارای من میگفت که بشردوست نبین، فایده نداره، منفیگراست، اما من حالی که میبینم شما از منفیگرام یک درجه بالاتر هستین، یعنی در واقع چشمایت نمیبینه چیزی که ما چی کردیم. من گفتم یعنی چی؟ به من گفت که این مکتب معارفی قدر ما مصرف کردیم، قدر مکتب ساختیم. من به عنوان مثال گفتم رئیس سفیر صاحب، ما نزدیک لیسی بی بی ام هستیم، تا 5 دقیقه موتر میرسیم، لیسی بی بی ام مشهورترین لیسی افغانستان است. در لیسی بی بی ام بریم، بندازه کافی میز چوکی نیست، مواد لابراتوارش که یک سری سوزن مواد لابراتوار نیست که تجربه عملی کنه، ماش معلمش 7000 است. وقتی معلم میاد سر تخته استاد میشه، به یادش میاد که خانومش گفت که چای نمونده، روغن نمونده، وقتی میبرامد ماشم در قرض داده شده، دکاندارم دیگه قرض نمیدهد. من گفتم سفیر صاحب این خوب مکتب نشود،
یا مثلا در پانتون استادش در پانتون حقوق 150 نفر در صنف اول در سال اول، کدام استاد میتونه کپی نوتی زور دقیق تصحیح کنه و برش نمره بیده؟ آیا ممکنه سوال و جواب هست در اونجا یا نیست؟ به خاطر است که من به عقیده هستم که ما نه مکتب داریم متاسفانه در افغانستان، نه پانتون داریم، چی دولتی چی خصوصی، به خاطری که معیارهای پانتون نه در دولتی وجود دارد و نه در خصوصی وجود دارد. ما مثلا وحشتناک است که پانتونایی داریم که در فرانسه یک پانتون بود مثلا سوربن مشهورترینش، دهی انجینری دهی نبود، طب دهی نبود، بخاطر که این تعمیرش برای ساختم نشده بود. ما مثل بعضی دکترهای ما در لوحیش میبینی که نوشته دکتر احمد متخصص گوش، گلو، اطفال، میده، قلب، جگر و غیره، بعضی هم اضافه میکنه. پانتونای ما این چیز، یک پانتون میبینی که در هر بخشش ای باز کرده، یک صفحه باز کرده. یک پانتون ما در افغانستان پیدا نمیکنیم که برای پانتون ساخته شده باشه. هتل کرا کردن، یک ساختمانی رایشی را کرا کردن و کسایی که کرا کردن، یا مثلا خودی پانتون کابل ساخته شد برای سال 350-60. امروز ما دو برابر یا سه برابر معلم در اونجا رفته. در خودی پانتون کابل در لابراتوار نیست، مواد نیست، امثال هم نیست، ماشی استادایشی و بخصوص که متاسفانه یک سیستمی بسیار بد اداری محاکم بود. بنابراین به نظر من اگر ما میخواییم اول باید پانتون بسازیم، چی خصوصی چی دولتی، مکتب اول بسازیم چی خصوصی چی دولتی. امروز تقریبا از ماستری فارغ میشود، وقتی که در فیسبوک نوشته میکنه که جشن فارغ تحصیلی ما گرفته میشود، این دم یک پاراگراف یک دو سه تا اشتباه املایی ما میبینیم. به نظر من از صفر باید شروع کنه، هم پانتون ها و هم مکاتب. تشکر. آقای بشردوست، در اخیر هم میخواییم از شما بشنویم در رابطه برای حل چالش ها، این که افغانستان از لحاظ اقتصادی چطور میتواند به یک کشور خودکفا مبدل شود؟ اولین کاری که باید شود به نظر من این است که ما در رأس دولت افراد متقی متخصص، چون تقوا بدون تخصص فاجعه آمیز است و تخصص بدون تقوا فاجعه را بار میاره. ما باید هم کسانی باشیم که هم تقوا دارن، هم تخصص دارن، هم تعهد دارن و هم تجربه کاری دارن، که اینا در رأس در ارگ، در وزارتخانه ها، در ریاست ها، در معینت ها جای به جای شوند، که عشق اینا وطنشان، مردمش باشد. و بعد باید بیشترین توجه را بالای اقتصاد کند، از همه چیز باید اولیت به اقتصاد داده شود، از دیپلماسی، از سیاست، از فرهنگ، به خاطر که کی میتونه کتاب بخونه وقتی پول نان خوردن نداره؟ هیچ ممکن نیست. نفر شکمش گرسنه است، وقتی شکمش گرسنه باشه، خانه سرد باشه، بهترین کتاب دنیا که عاشق کتاب باشه وقتی بخونه وقتی از سرما میلرزه و درک نمیکنه وقتی شکمش گرسنه باشه. اولیت باید به اقتصاد داده شود و اولیت به ساختن 4-5 بند بزرگ ذخیره آب داده شود، تحت کشت گرفتن 3-4 تا دشت های بزرگ ما در نظر گرفته شود، استخراج مسلکی 1-3-4 تا معدن افغانستان. برای این کار ما لازم نداریم که گدایی کنیم، برای این کار ما لازم نداریم که پول داشته باشیم. مثلا ما در خود دهات کسایی داریم که تاجر است، معلم است، مامور است، کشت نمیتونه، زمین داره کشت نمیتونه، در شهر زندگی میکنه. اینا چی میکنه؟ یا که سر زمین خودم خشک میگذاره، یا با یک دهقان میشینه قرارداد شفایی یا کتبی امضا میکنه که زمین در اختیارید، کشتش، کارش، آبم است، در اختیارت، زحمات خودت میکشی. مثلا وقتی خرمن، وقتی حاصلات 20%، 30%، 50% یا 60% از شما، بقیش از من. من فکر میکنم که ما اگر در افغانستان چنین حکومتی داشته باشیم، چنین افراد قدرت داشته باشیم، نیاز نیست که ما گدایی کنیم یورو، دلار، پوند و درهم، لازم نیست که ما قرض بگیریم، لازم نیست که ما از بودجه مصرف کنیم، به شرطی که وزیر اقتصاد ما متخصص باشد، بشینه با شرکت های بزرگ بین المللی قرارداد امضا کنه،
بر اساس علم، مسلک، منافع ملی قرارداد امضا کنه، افغانستان فکر میکنم در 4-5 سال میتواند که یکی از آبادترین و پرآسایشترین کشور دنیا باشد. تشکر از شما که به برنامه تشریف در خدمت هستیم. تشکر از دعوت شما. گفتگوی ویژه امروز ما همینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک میسپارم. شاد و موفق باشین و چینل یوتیوب تلویزیون آسمان هم سبسکرایب کنین. بیننده برنامه های ما در یوتیوب تلویزیون آسمان هم باشید.